از ادب و احترام دوستان به فروشگاه سلام بابا خوش اومدید. امروز در این ویدیو با آنباکس راه اندازی قیمت مناسب ترین تلویزیون LED 4K برند LG در سال 2024 در خدمت شما هستیم. مدل UT 8000 رو اینجا داریم، یکی از اقتصادی ترین تلویزیون های موجود در بازار که هم اکنون سایز 55 اینچش در مهر ماه 1403 در بازار قیمتی تقریبا زیر 30 میلیون تومان قابل خرید هستش. این تلویزیون در سایز 43 50 55 65 75 و 86 اینچ تولید و عرضه شده که ما جای سایز 55 شده این جهت آنباکس و بررسی که دستگاه هم ساخت و مونتاژ کشور مصر هستش. این تلویزیون در حقیقت جایگزین مدل UR 8000 سال 2023 شده و خب یک تلویزیون معمولی برای استفاده روزانه و تماشای فیلم و سریال و برنامه‌های تلویزیونی هستش. با اون همراه باشید که دستگاه رو با هم دیگه صرفاً آنباکس رو راه‌اندازی بکنیم و در یک ویدیو مجزا هم به زودی بررسی این تلویزیون رو در کانال یوتیوب برای شما عزیزان آپلود خواهیم کرد. خب دوستان، اقلام همراه تلویزیون LG UT 8000 رو ملاحظه می‌کنید که پایه‌های دستگاه داریم، پایه‌های 8 شکل کاملا از جنس پلاستیکه که زیرشون هم دو تا گریپ به این صورت کار شده. هر پایه هم توسط دو عدد پیچ به این صورت حالا روی تلویزیون نصب میشه که جلوتر هم نصبش می‌کنیم. یک عدد کابل برق رو داریم برای تلویزیون UT 8000 که کابل برق دو چاکه و شما یک تبدیل سه فیش به دو فیش حتما نیاز خواهید داشت. این هم از ریموت کنترل جدید این تلویزیون مدل MR24 که حالا به لحاظ طراحی مثل مدل سال قبل زیاد تفاوت خاصی نکرده و ریموت ماجیک یا همون ریموت موسی هم هستش که یک جو باتری قلمی هم براش در نظر گرفته شده. اینجا هم تعدادی بست و گیره داریم که حالا در حقیقت برای مدیریت کابل ها استفاده میشه که تو ویدیو بررسیش حتما توضیح میدیم و اینجا هم تعدادی دفترچه راهنمای کار با ریموت کنترل و کار با تلویزیون هستش که خودتون میتونید اینا رو مطالعه بکنید. خب دوستان، اینم از نمای پنل پشتی تلویزیون LG UT 8000 که ملاحظه میکنید کامل یک ورقه پلاستیکی. سمت چپش اینجا ورودی برق دو چاک تلویزیون تعبیه شده. اینجا هم که پورت ورودی دستگاه فیس کناری و فیس رو به پشتی داره. تو این قسمت پورت USB شماره یک دستگاه رو داریم، دو تا HDMI، گیرنده شبکه داخلی، گیرنده شبکه خارجی. تو این قسمتش هم پورت LAN، USB شماره دوم دستگاه، پورت HDMI سوم و پورت خروجی صدای اپتیکال تعبیه شده. خب امروان گرامی، اینم از نصب و راه اندازی تلویزیون LG مدل UT 8000. برای بار اول می‌خوایم دستگاه راه اندازی بکنیم که در وهله اول نوشته WebOS بالا میاد و منتظر میشیم که دستگاه لود بشه و مراحل راه اندازی اولیه رو با هم دیگه انجام بدیم. خب دکمه اوکی روی ریموت کنترل رو فشار میدیم. در این قسمت انتخاب زبان رو برای ما بالا میاره که حالا من با زبان انگلیسی راه اندازی میکنم، ولی خب بعدش بدونید که این تلویزیون منوی فارسی رو هم پشتیبانی میکنه چون مدلی که من دارم ساخت و مونتاژ کشور مصره. میریم مرحله بعدی. منطقه جغرافیایی رو حالا من خاورمیانه رو میزنم و میام پایین دوباره و خب شهر رو هم حالا مثلا دبی انتخاب میکنم. خب میرم مرحله بعدی. تو این مرحله راه‌اندازی رو می‌خوایم سریع خود تلویزیون رو انجام بدیم، نمی‌خوایم با استفاده از گوشی موبایل و حالا اپلیکیشن سینکیو این کار رو انجام بدیم. می‌تونید اگزایت فرست یوز هم بزنید، ولی خب ما می‌ریم حالا مرحله به مرحله این کار رو انجام بدیم. در این مرحله می‌تونید اتصال به وای‌فای رو هم انجام بدیم که من حالا اسکیپ می‌کنم و نمی‌خوام فعلا به وای‌فای متصل بشم. اینجا رو هم باز نکست می‌زنم. حالا دستگاه خاصی رو نمی‌خوایم به تلویزیون متصل بکنیم. این قسمت هم شما حالا تی وی آنلی رو بزنید، صرفاً فعلا می‌خوایم از تلویزیون استفاده بکنیم. حالت نصب تلویزیون روی دیوار یا روی پایه که ما حالا روی پایه نصب کردیم، من استند رو انتخاب می‌کنم و خب میریم مرحله بعدتر. کانال یابی شبکه یابی رو هم که ما نمی‌خوایم انجام بدیم، برای اینجا گزینه خارج شدن رو می‌زنم یا همون اکسیت یا حالا اکسایت فرقی نمیکنه. خب یه دموی خوش آمدگویی میاد بالا. بله اینم از دموی و خب اینم از قسمت هوم تلویزیون که ملاحظه میکنیم برای بار اول بالا میاره. من حالا ضرب در رو انتخاب میکنم و خب ملاحظه میکنیم ریموت کنترلش هم ماجیکه یا همون ریموت موسیه که کار کردن باش خیلی خیلی راحت و
لذت بخش. اینجا قسمت هوم شما هستش، جایی که حالا اپلیکیشن و برنامه‌تون قرار گرفته شده. اینجا یه سری کارت دارید، حالا با اینا کار نداریم. از سمت چپ منوش میریم داخل بخش تنظیماتش. من میرم داخل تنظیمات، میخوایم دستگاه رو با هم دیگه بزنیم روی حالت مغازه که کیفیت تصویرش رو در نگاه اول ببینیم. بعد نیست بدونیم تلویزیون تو سایز 55 اینچ پنل آی پی اس، بکلیتش هم دایرکت LED. خب اینجا هم بهتون نشون میدم ظرفیت ذخیره سازی دستگاه رو، تقریبا از 1 گیگابایتی که بهمون داده یه 350 مگابایت رو در اختیار کاربر قرار داده که ما به اون کاری نداریم. سیستم عاملش هم وب او اس نسخه 9 هستش. خب میریم که حالت مغازه رو با هم دیگه داشته باشیم، کیفیت تصویر این تلویزیون رو با هم دیگه از دوربین سلام بابا ببینیم. خب زاین هم از کیفیت تصویر فوق‌العاده تلویزیون LG UT8000، یک تصویر 4K 60Hz، پنل IPS و بکلیت دایرکت LED با پردازنده آلفا 5 نسل 7 که ملاحظه کردید. هم روشنایی واقعا خوبی داره، هم زاویه دیدش واقعا اوکی و مناسبه، و خب کیفیت تصویرش هم که واقعا دلنشینه از نظر من. حتی با وجودی که پنل IPS و تو محیط تاریک رو اندازیش کردیم، کنترل تصویر به نظر من واقعا خوبی داره. به زودی ویدیو بررسیش هم داخل چنل یوتیوب حتما برای شما عزیزان آپلود میکنیم، پس منتظر ویدیو بررسی این تلویزیون خوش قیمت باشید.